یک قصرو هزار دریچه. دوستا عزیز سلام، با برنامه یک قصرو هزار دریچه خوش آمدین. ایره خو میفهمیم که برخی از دخترها بیشتر علاقمند انجام کارهای خانه و دستپیشی با مادر خود هستند، اما برخی دیگه فقط دوست دارن به درس ها و کارهای خانگی خود رسیدگی کنن. شما چطور؟ یکیش انتخاب میکنین یا اردوشه؟ این سوالا را به خاطر پرسان کردم که امروز لالو ماما بر میماناش دمی باره دریچه آواز میکنه. خیلی بیاییم که امرایشان کده برنامه را بشنویم. باغوانا از دل من خبر نداره، وای وای، یا گپکای دل مسر نداره، یا موسم صبر من خزان شد، یا نخل امید بر نداره. بیا لالو ماما، خوب شد که آمدی، با خدا چشمک شدم انتظار کشیده. اوهو آسیب جان خوش آمدی، ببخشی والا که زیاد منتظر ماندی. چی کنم دیگه، پیش باغوانای قصر رفته بودم، ایلا که جنجالایشان حل کرده آمدم. خیلی زیاد مطلب موندی لالو ماما، اگه یک دقیقه دیگه نمی آمدی رفته بودم. خیرت باشه زور آور، چرا امروز یکو تنها آمدی؟ چی کدی فریده خوارتا؟ چرا کتت ناوردیش؟ والا چی بگویم دیگه لالو ماما، فریده که تنبل است که نپرس. بس کو دیگه، غیر سر غیبت کردن گیرت میکنم، بعد از به خدا برد. مانده نباشی او دختر، تو یک را دمت راست کو، باز دلت اثرش خالی کو. سلام علیکم لالو ماما، ببخش که پیش سلام علیکی اول غل مغال کدم. و علیکم السلام، خو خیر باشه، بگو که چی کده که گوشای شب بره تمت خوب در درخت میخ کنم. نه یک امی کم بود لالو ماما. هیچ خیرش ندیدیم، کاش که مثل از هیچ بیادر نمی داشتم، تنبل بیکاره را. آلی بگو که چی کده؟ به خدا به مرگ رسیدیم از دستش، یک مره یافته و درگت کارای خود سرم کده میره، با سیکو دو دقیقه ماتلم نمان تنها اومده. اگه میگه باشه خب پخته ملامت است. خوخه بیاین که اول داخل دالزهای قصر بریم، بازم اونجا عقشم میتم. سعیست؟ سعیست لالو ماما، برو که بریم. خواره کویتا بخو، کمه که کار کنی باز غالمغال تالمه میگیره. لالو ماما تنها کتمنه در کارهای خانه کت مادر ما بینمه ترست. من میگم خدا کتت حساب کنه اسید جان. میفهمی لالو ماما، از بس که کارهای خانه سرم زیاد از بیخی کارهای خانگی و سبقایم برباد است. خی باش که مده میباره صدای یک دخترک از موبایلم برد بشنوانم، عین جنجال تو را داره. اینه گوش کنم. اسم لوکی هستم، شاگرد مکتب بیوشا از ولایت ننگرهار، صنف 9 بودم. در خانه ما گلکارا کار میکردن، روزای امتحانا بود، چون دیدن گلکارا زیاد بودن باید چقدر که بخوب آشپزی میکردیم باید برزا دو بار بشانه، باید از این خاطر کار سرم زیاد بود، نتونستم درس نهید بگیرم. بالاخره در امتحان دادم، امتحان پشتو انگلش بودم، وقتی سوالات استاد داد که نمیدونم سوالات از جای مجا که توجه من نرسته بودم، پدرس من نخونده بودم، من نصف کتاب خونده بودم، از آخر کتاب سوال آمده بود، سوالات من صحیح حل نکردم. وقتی نتایج اعلام شد دو درجه بیشتر رفته بودم. مادر جان من گفتم که کورس هست شماست، اگر شما من مسیح کار نمیکردیم من امروز پرچیم مکمل حل میکردم و نمرات پوره میگرفت. موز آل مام اینمو ترس از دست از اینمی ها. برو بابا یک ذره کار میکنه فغانش عالمه میگیره. امی تو خو گپ نزن، در کدام کار خانه دست میزنی که سر من قپر گفته میری؟ از بس که کارایم زیاد است وقت بر سبقای مکتبم نمیافم. دیگه ما هیچ دو گرم سر دست نمیزنم که مثل از دخترم رای کم نگیرم. حال خوارک شوزدیشان هم خود دخترای مکتب هستن، کدام روز از درس موندن؟ خو نموندن دیگه، انواز خوش و خوشحال زندگی میکنن. بیا ما را سایکو. دروغ نگو، تو از بین خانهشون چی خبر داری؟ جوانهای سره زیاد آوا و دنگله را بانین، بیاین که یک دریچه برتان واز کنم تا که از روز و حال زرمینه خبر شوین. حالا خیزد چلا علام و معاملی چیستی دیگه؟ اگه نه فریده جان بانی پر گفته مغزای کله آدم ها میکشه. نه لالوخ و خدمتگار است، به هر کارتان تیار است. برتان واز میکنه یک دریچه که گلمورایش انتظار است. زرمینه تو رو میگم، او زرمینه سبچک شوی دختر که هیچ صدای من نمیشنوی.
باز چی میگی بابا؟ با خدا اگر دستتون روز داشته باشم غیر زرمینه زرمینه گفته خوردین ما شاد دیدی؟ نصف روز شد تا اون برای چاشت یک چیز پخته نکدی بابیت و بیادرت میاین و انوز دیگ و دیگدان ما گل است ظرفا صبح فاتره که دف زده مانده بانی ما را بابا کار ما را از بیم نمیشه اینا به سبقایم برستم یک و درسای مانده آن وقت رفتنم میشه من میگم درسا کلیت خو بقی که بیادرکت چی کرد حالا که او جوش سر خود چپر نکده باشه چرا تو چی گو پیغ میکنه اوف اوف بابا به خدا دیوانه میشم از دوستتان غیر زرمینه بیایی کارو کن زرمینه بیایی کارو کن در بگیرش آمدم که از هیچ کس طالع نکدم از تو پتره که جانم بر آمد در کالاشویی یک کرت نامد که باش کتی همی بوبویم دست پیشی کنم صدقی دخترم سایه شدی که از پنج پنجش هنر میبارم زرمینه او دختر زرمینه بیا می چای دم کردیم در ترموزا پرد و زرفا و پیالا را ششتیم جای با جای تو حالا زود شو غیر امیت زرمینه را یافتیم بر حالا دویایتان حالا زود شو او دختر نمیشنوی خدا همی زرمینه را از ویتان بگیره که بیغم شویم کس خانه است دروازه واز بود مام تک تک کده داخل آمده وی وی خوب شد که آمدی نازیه جان بیا بیا ببخشی که کل خانم گدود است خیر از خانه است دیگه چرا تو وارخطا و دستپاچه معلوم میشی دختر؟ در این وقتا گای مکتب میایی و گای هم نمیایی خیرت خوب باشه هیچ پرسان نکو کم مانده چیق بزنم چرا چرا؟ چی شده؟ از این صبح که چی شما از خواز میشه که در یک جانکنی هستم تا که شو میشه گای یک سو بده و گای دگه سو بده و آخرم کسی ازم خوش نیست بابای میگه تو هیچ کتیم دست پیشی نمی کنی از امی بوده دهم از که مکتب ایلا بدم اوی خورک ما گفتم خدا چی گپ مهم باشه ای خود درو پرم گپ نیست تو هم سرم خنده کن بهش تو بهش گپ نیست زرمینه جان هر مشکل یک رای حل داره تا که زنده هستم از این جنجالا خلاصی ندارم ای خورک گپ تو خود نیستی که هم مکتب میری و هم کار میکنی ما و کلگی هم سیمتیان هم در خانه کار میکنیم و هم درس میخوانیم باورم نمیشه تو چه تو میتونی که شش تا تربوز در یک دست بگیری فارک اینه ما تقسیم اوقات خود نشانت میتونم سیکو ما به هر کار خود وقت قید کردیم اونه در وقتش کار میکنم نه پس میمونم و نه کسی سرم گپ میزنه بگی تو هم اما تو کو ما چون والا اگه این تقسیم اوقات کار بتن زرمینه او دختر چای صبح بان که سر بابیت ناوخ میشه بابا وقت چای دم کردیم علی جوریم خلاص شد دختر خانه آوار میکنم خدا جان جور بده دخترم چطور که امروز قوه خیستی و بگفتن کاراش شروع کدی پس از این دگه ایش وقت پر صدایت بلند نخواد شد بابا جان چطور بچه برای زی که ما برای خود تقسیم اوقات جور کدیم آلی هر کار خود در وقت و با آرامی میکنم تا که هم به کارهای خانه هم به سبقهای مکتبم رسیدگی بتانم آلیم پس از جمع جارو میشینم سبقهای من میخوانم خیر ببینی دخترم میگن کار از دست بگه و لقمه را از دان تو که تو دست ما سبب کنی مام از بیادرتم کمک میگیرم تا که تو سبقهایت نمانی سلامت باشی بابا اینه جاروی آلیم خلاص شد برو دخترم دست روی تا بشوی اینه مام دستی کدم میرم و برای تخم پخته میکنم امروز زیاد تپیدی نان چاشتم خودم پخته میکنم سایکو اگه دل آدم بخواه از عهده هر کار برام آدم میتونه اگه نیم مثل فریده جان واره داسته ده کلوخ تیز میکنه او بچه زیاد آزار نتی خورته که باز دوایتان بالا میشه والا لالو ماما یک گپه میزر مینخو مره گرفت کدام گپش؟ امی که اگه آدم بخش خود تقسیم اوقات بسازه اونه نه سر صداش بلند میشه و نه کارای خانه و سبقای مکتبش پس میمانه ما خو از اول میگفتم خو کسی به گپ ما گوش نمیداد از شما چی بود؟ به هر کار اگه آدم عزم و اراده قوی داشته باشه اونه در نمیمانه پس از این باید از سی بام در کارای خانه کت مادر تو خودت کمک کنه تا که کارا خوبتر و زودتر پیش بره سعیس لالو ماما آل خوب کاره یادش دادی که جان مرم در کارای خانه بکشه بان که از دل ما بیایی بیادرک برو کمکت میکنم خواره کیره میترسانی ای ولایتان آله که شما شدین جوانای خوب و فامیده مام برتان وامی کنم یک دریچه دیگه
سلطان غم چشم و چراغم مادر تنها گله گلزار باغم مادر بعد از خدا تنها امیدم مادر من با دعایت رو سفیدم مادر مادر پرستار دلم ای روشنی بخشو چراغ منزلم در قلب منی این آرزوی آخر است گویان بهش در زیر پای مادر است ای وای بر من قدر تو را نشناختم من را ببخش تنها به خود پرداختم مادر پرستار دلم ای روشنی بخشو چراغ منزلم والا خیر ببینی لالو ماما کتزی در چای خوبه ما یاد گرفتم که برای دست پیشی کت مادرم و رسیدگی به سبقهای مکتبم باید بر خود تقسیم اوقات جور کنم تا برای هر کار و تفریح خود وقت کافی داشته باشم. ما هم یاد گرفتم که اگان کارهای خانه تا کله ما هم خورد. راستیه شما چی بود؟ حال دیگه شنوندام هر چیزی را که از برنامه یاد گرفتن به دیگه دوستای خدا میگن. البته که میگن لالو ماما گپای خوبه آدم باید که دوستای خود شریک بسازه. حال خو وقت خانه رفتن رسیده باید کم کم بریم دیگه. برین ما میگم دمیرایتان خوبی میمانکای گله. دوستای عزیز برنامه یک قصر و ازار داری چرا میشنیدین که وجیه سیار در مؤسسه تعلیمی افغانستان برتان جور کرده بود. جهان ما آینده ما.